شما همراهان دکتر سلامت. به کانال خودتون خیلی خوش اومدین. امروز قصد دارم برای شما توضیح بدم که چگونه 10 تا از عادتهای شما میتونه منجر به ابتلا شدنتون به بیماری بشه. مورد اول، ترس از آمپول. هر بار که دچار التهاب شدید بدنی می شوید که می تواند ناشی از آنفولانزا باشد، از داروهای شیمیایی استفاده می کنید که به عروق خونی شما آسیب می زند و ممکن است در آینده باعث افزایش خطر التهاب های بدنی ریشه داری مثل بیماری های قلبی شود. مورد دوم، نداشتن برنامه منظم. مشکلات مالی یا ازدواج مهمترین عوامل تنش‌زا در زندگی ما نیستند، بلکه فقدان یک برنامه منظم است که باعث آسیب می شود. حتی یک ساعت تأخیر در زمان معمول خوردن غذا می تواند سطح هورمون استرس یعنی کورتیزول را افزایش دهد و باعث ایجاد اختلال در شرایط مطلوب بدن شود. سعی کنید در تمام 356 روز سال برنامه منظمی برای غذا، خواب و ورزش خود داشته باشید. مورد سوم، مصرف میوه ها و سبزیجات غیر تازه. میوه ها و سبزیجات بسیاری از خواص ضد بیماریشان را در فاصله ای که از مبدأ تا رسیدن به فروشگاه ها طی می کنند از دست می دهند. سبزیجات تازه محلی یا سبزیجات همان فصل را تهیه کنید. در غیر این صورت از سبزیجات منجمع شده ای استفاده کنید که کاملا رسیده هستند و مواد مغذی آنها به دلیل انجماد حفظ شده است. مورد چهارم، ورزش مقطعی. اگر زیاد ورزش می کنید اما بقیه ساعت روز را تحرک ندارید، این شرایط هم می تواند بر میزان کلسترول، قند و فشار خون شما تأثیر گذار باشد. سعی کنید راههایی پیدا کنید که در تمام روز تحرک داشته باشید. مورد پنجم، پوشیدن کفش پاشنه بلند. همه ما می دانیم که کفش های پاشنه بلند راحت نیستند، اما دردی که این کفش ها ایجاد می کند هم یکی از نشانه های التهاب بدن است که با یک بیماری مزمن ارتباط دارد. اگرچه پزشکان پاشنه های بلند را باعث حمله قلبی نمی دانند، اما آنها معتقدند استفاده از کفش های راحت بدن را در برابر آسیب های بلند مدت التهاب بدنی حفظ می کند. مورد ششم، جویدن ناخن ها. جویدن ناخن‌ها تنها یک تمایل ناپسند نیست. این کار می‌تواند سلامت ما را به خطر بیاندازد. طی پژوهشی که در کشور ترکیه انجام شد، در 76% کسانی که ناخن‌هایشان را می‌جوند، آزمایش‌های وجود باکتری‌هایی مثل اسکریکیا کولی را در بدن آنها نشان داد که باعث اسهال و استفراغ می‌شوند. مسئله ای که در 26.5% کسانی که ناخونهایشان را نمی‌روند وجود نداشت. مورد هفتم، آلودگی محل خوردن غذا. محل کار شما فضایی برای رشد باکتری هست و متاسفانه کیبورد کامپیوترتان یکی از آلوده‌ترین نقاط آن محسوب می شود. در حقیقت در پژوهشی در سال 2013 معلوم شد تنها یک روز کافی است تا بیش از 50% سطوح در محل کار و کارکنان آن آلوده و مبتلا به یک ویروس شوند. خوردن غذا در بیرون محل کار یا دست کم در جایی دور از میز کارتان می تواند میزان باکتری هایی که روزانه بر سر راه شما قرار می گیرند را کاهش دهد. مورد هشتم، مصرف سیگار. اگر خطر ابتلا به سرطان به تنهایی دلیلی کافی برای ترک این عادت ناپسند نیست، باید بدانید که مصرف سیگار سیستم ایمنی بدن را تضعیف می کند و احتمال ابتلا به آنفولانزا، سرماخوردگی و ذات‌الریه را افزایش می دهد. مورد نهم، نشستن وسایل خواب. کنه های گرد و غبار شیفته گرما و تاریکی تخت شما هستند. علاوه بر آن که این موجودات میکروسکوپی خود تا حدودی آسیب‌زا هستند، ترشحات باقی مانده از این موجودات و اجزای متلاشی شده ی بدن آنها باعث آسم و واکنش های آلرژیک می شود. مورد دهم، کمبود خواب.
با وجود آنکه داشتن 7 تا 9 ساعت خواب شبانه امری ضروری است، بسیاری از مردم موفق به این کار نمی‌شوند. اما کمکاری در این امر تنها باعث کاهش سطح انرژی ما نمی‌شود، بلکه نداشتن خواب کافی می‌تواند ما را در برابر بیماری‌ها آسیب پذیر کند، چرا که سلول‌های بدن در طی یک خواب کوتاه فرصت کافی برای بازسازی دوباره را ندارند. ممنونم از این که ما رو همراهی کردید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما اون رو لایک کنید و اگر ما رو تا حالا دنبال نکردید با زدن دکمه سابسکرایب از این به بعد ما رو دنبال کنید.